به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود و وقت بخیر دارم خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه و خیلی هم ممنون و متشکریم که با نظرها و پیشنهادها و انتقادهای سازندتون سر خط همراهی میکنین. آقا، همونطور که شما هم در جریانین، دیشب اتفاقات بسیار عجیبی در روسیه افتاده. پریگوژین رئیس گروه واگنر با انتشار کلیپی مدعی شد که نیروهای ارتش روسیه به شبه نظامیان واگنر حمله کرده. حالا ببینیم اصلا این یگنی پریگوژین رئیس گروه واگنر کیه. پریگوژین در زمان اتحاد جماهیر شوروی به 13 سال زندان محکوم شد، اما بعد از 9 سال در حوالی سقوط شوروی آزاد شد. وی بعد از سقوط شوروی به تجارت مواد غذایی روی آورد و به دلیل نزدیکی به پوتین به آشپز پوتین هم معروف شد. تو سال 2014 هم یه گروه نظامی خصوصی تأسیس کرد که اسمش شد واگنر. گروه واگنر در جنگ اخیر کریمه حضور بسیار فعالی داشت و بعد از آغاز پیشروی روسیه در خاک اوکراین، پریگوژین همواره منتقد وزارت دفاع این کشور بود که به خوبی جنگ رو اداره نمی‌کنن و مدعی میهن پرستان روس میتونن نتایج بهتری رو تحت مدیریت واگنر رقم بزنن. شدت شایعات خیلی زیاده دوستان و به سختی میشه ادعا و یا مطالبی رو در این زمینه به صورت کامل پذیرفت. در ادامه چند مورد از این اخبارها رو خیلی خلاصه و سریع براتون پوشش میدم، ولی همونطور که گفتم ممکنه این اخبار اشتباه یا حتی بزرگنمایی شده باشه. یگنی پریگوژین از حمله به کمپ‌های واگنر از عقب خط خبر داد و به گفته بنیانگذار واگنر حملات از عقب، یعنی از سمت وزارت دفاع روسیه انجام شده. پریگوژین ادامه میده که ما به طرز فجیعی فریب خوردیم و سعی کردن فرصت دفاع از خانه هایمان را از ما سلب کنند. تعداد زیادی از رزمندگان ما کشته شدند. ما تصمیم خواهیم گرفت که چگونه به این جنایت پاسخ دهیم. او افزود گام بعدی مال ماست. همچنین سرویس مطبوعاتی وی ویدیویی رو منتشر کرده که ظاهرا آسیب حملات به اردوگاه‌های واگنر رو نشون میده. وزارت دفاع روسیه همچنان در حال تکذیب هست که ما به واگنر حمله نکردیم. وزارت دفاع روسیه میگه همه پیام‌ها و فیلم‌های پخش شده در شبکه‌های اجتماعی از طرف پریگوژین در مورد ادعای حمله وزارت دفاع روسیه به کمپ‌های واگنر با واقعیت مطابقت ندارد و یک تحریک اطلاعاتی است. از طرفی هم گزارشاتی حاکی از درگیری بین نیروهای روسی و واگنر در باخمود شنیده میشه. بیانیه کرملین درباره ادعای حمله روسیه به واگنر هم از این قراره که کاخ کرملین گفته ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از وضعیت پیرامون گروه واگنر مطلعه و اقدامات لازم در حال اتخاذ هستند. به گزارش ریا نوستی، سازمان امنیت فدرال روسیه FSB یک پرونده جنایی در مورد دعوت به شورش مسلحانه بر اساس اظهارات پریگوژین باز کرده. احتمال دستگیری پریگوژین هم زیاد شده. پسکوف سخنگوی کرملین گفته که پوتین از شرایط مربوط به پریگوژین مطلع است و تمام اقدامات لازم صورت می‌گیرد. از طرفی هم پریگوژین اعلام کرده که ما تا آخر میریم. او طبق ادعای بعضی کانال‌های اینترنتی گفته که ما در همه جا از مرز ایالتی عبور کردیم، اکنون وارد روستوف میشویم. واحدهای وزارت دفاع، یا بهتر است بگوییم سربازان وظیفه، که برای بستن راه ما اعزام شده بودند به کنار رفتند. مرزبانان سربازان ما را در آغوش گرفتند. ما در حال حرکت هستیم و تا آخر میرویم. او در جای دیگه هم گفته که از شهروندان میخوایم که آرامششون رو حفظ کنند، تسلیم تحریکات نشن، در خانه ها بمانند و راه ما رو مسدود نکنند. بعد از پایان کاری که آغاز کرده بودیم برای حفاظت از سرزمین مادری خود به خط مقدم برمیگردیم. پریگوژن با منتشر کردن این ویدیو هم میگه که تاسیسات نظامی در روستوف به ویژه فرودگاه تحت کنترله. هر کاری که ما انجام میدیم ضروریه تا هواپیماهای مهاجم به ما حمله نکنند. به گزارش فونتانکا در سن پترزبورگ، نیروهای امنیتی وارد ساختمان مرکزی PMC واگنر در خیابان زولنایا شدند. بر اساس گزارش رسانه‌ها جستجو در ساختمان هم آغاز می‌شود. بنیانگذار واگنر میگه که مرکز فرماندهی عملیات به طور عادی کار می‌کنه و هیچ مانعی برای انجام وظایف آن وجود ندارد. خبرگزاری CNN آمریکا هم نوشته که احتمال وقوع یک جنگ داخلی و گسترده در سه جبهه در روسیه وجود دارد. واگنرها در حال تلاشند که پوتین را متقاعد کنند که برای دستگیری مقام نظامی ارتش مجوز صادر کنه. وزارت اطلاعات روسیه به ارتش این کشورها و گروه واگنرها هم دستور داده که خیشتنداری کنند. با وجود پیشرفت عجیب دیپ فیک و شبیه سازی صدا تصویر، نمیشه ویدیوها و صداها رو باور کرد. این روزا همه شاهد هستین که هایده از گانگستر شهر عامل گرفته تا چیپس میخوری رو بازخوانی کرده. اگه تاریخ روسیه رو با دقت خونده باشین، میدونین که هم نافرمانی های اینچنینی که بیشتر به خودکشی سیاسی شبیه هست زیاد
و هم عملیات فریبی که دهه ها بعد به صورت خیلی محدود فاش شدن. یکی از هوشمندانه ترین و جالب ترینشون عملیات تراست هست که شوروی با هوشمندی تمام چنان نفوذی در اپوزیسیون انجام داد که تاریخ انگشت به دهن موند، اونم نه 20 سال یا 50 سال پیش که حدود 100 سال پیش. دوستان اگه علاقه من هستین حتما در مورد عملیات تراست بخونین، خیلی جالب و خوندنی هست. اما نکته اینجاست که رئیس یه گروه شبه نظامی توانی واسه کودتا نداره و اینکه یه عده کار پوتین رو تمام شده میدونن بیشتر شبیه کینه و یا کلیک خوردن مطالبشون هست. کودتا نیاز به سازماندهی خیلی گسترده و نفوذ در بالاترین سطوح داره و کار گروه‌های مثل واگنر نیست. روسیه یکی از پیچیده‌ترین و ماهرترین سیستم‌های امنیتی جهان رو داره، ولی باید دید که در روزهای آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد. اما چیزی که برام از همه جالب‌تره جوگیری شدید اپوزیسیون و برانداز است که سریع شروع به تحلیل‌های عبدالخیاری و فضایی کردن و هرچی عقده تحقیر شده داشتن در مطالبشون نمایان شده. بذارین چند موردش رو براتون بخونم. استادی نوشته که با وضعیت موجود در روسیه خامنه ای سکان قدرت خود را در حال شکسته شدن می‌بیند. ارتش ایران و نیروهای هوایی زمان آن فرا رسیده در کنار ملت و کشور خود قرار بگیرید. فرصت طلایی را از دست ندهید اپوزیسیون اعلام رهبری کند. از تک تک این پیام حقارت رو میشه درک کرد. طعم شکست‌های پی در پی و امید به کمک ارتش. میدونین چرا؟ چون خودشون نه عرضه این کار رو دارن و نه شجاعتش رو. دیدید بزرگتون پوتین فرار کرده، ترسیدید ارز شیعه سایبری خونه نیکا شاکرمی یقه لاوروف رو بالاخره گرفت، فردا پس فردا شما مجبور میشید فرار کنید. پریگوژین مستقیما با سیا در ارتباطه، اگر روسیه رو بگیره با بمب اتم حمله میکنه ایران، ما رو از دست شما آدمکشها نجات میده. اصلا چی رو به چی ربط داده نیکا شاکرمی؟ چه ربطی به لاوروف داره؟ بعد FBS متوجه نفوذی بودن پرگوژین نشده، ولی یه کانال پیزوری که ایرانی میدونه مستقیما با سیا در ارتباطه، جالبه روسیه رو بگیره بعد به ایران حمله اتمی میکنه تا اینا رو از دست آدمکشا نجات بده. خوابایی که میبینیم هم انقدر سمی نیست باور کنید. به نظرتون بهش بگیم بمب اتم فرق بین آخوند و سپاهی و برانداز نمیشناسه یا بذاریم تو جهل خودش دست و پا بزنه؟ البته به زودی شاهد چنین پیام هایی از براندازان روسی هم خواهیم بود. گروه آنانیموس اعلام کرده که اگه تا فردا صبح 60 میلیون توییت با آپ راشیا زده بشه، لامپ دستشویی اتاق خواب پوتین رو هک میکنیم تا نتونه بره دستشویی. ایلان ماسک هم در حمایت از پریگوژین اعلام کرده که به زودی استارلینگ های فوق پیشرفته از طریق خطوط هوایی ارتش فوق‌العاده قوی آمریکا با چتر به مردم روسیه میرسه. کنگره آمریکا در طرحی دو فوریتی طرح برداشتن تحریم های اینترنتی را برای مردم روسیه تصویب کرد. ناسا تنظیمات لازم برای ایجاد این طرح که توسط مرحوم فیروز نادری و خیلی عظیمی از دانشمندان ایرانی اختراع شده را در توییتر و فیسبوک های روسی زبان به شرح زیر بیان کرده، با ارسال پیام زیر به 50 روس زبان از اشتراک رایگان استارلینک به مدت 50 روز استفاده کنیم. باور کنین دیدم که میگم. یا مثلا این یکی خبر فوری، پوتین و خانواده‌اش با چمدان‌های پر از پول با لادا کوپتر حاصل روابط نامشروع لادا و هلیکوپتر به کاراکاس پایتخت ونزوئلا گریختند. اخبار حاکی از سقوط شهرهای روسیه دارد. روب گورباچوف یعنی کوتباچوف با اعلام اینکه شوروی تنها خواسته مردم روسیه هست از کودتاچیان حمایت کرده. اخبار حاکی از اینه که 90% ارتش روسیه خستن و دیگه آخرشونه. یکی از اعضای ارتش روسیه که فامیل یکی از اعضای واگنر هست گفته دیگه ارتشیا نمیکشن، به بچه‌ها بگین طاقت بیارن. و شاید هم بگن که یکی از دخترهای انقلابی کف مسکو با شکستن بطری ودکا حمایت خود را از عرق سگی دستساز ایرانی اعلام کرد و تاکید کرد که عرق ساخت کرج نباشه، میگن تلفات میده. یکی دیگه هم دیدم خیلی جالب بود، نوشته بود که پوتین و مدودوف در حین فرار در فرودگاه مسکو توسط نیروهای واگنر دستگیر شدند و پس از دستگیری متوجه شدند اینها میر پوتین و میر مدودوف بودند و اشتباه دستگیر شدند. هشتگ براندازی در روسیه. شاید واسه خیلی ها اینجور پیام ها خنده دار باشه، ولی خب براندازا خیلی احمقانه تر از اینها هم نوشته بودن باور کنین. اصلا شاهین نجفی نمونه کامل یک برانداز ابلهه. شاهین نجفی بزرگ خاندان آتیست های ایرانی نوشته که ماشالله چریکی. اما در مورد پوتین همین یه تیکه کوتاه از مصاحبه کافیه. میز پرشید ده نه نه что невозможно просто предательство. کودتا دقیقا مصداق جمله معروف نیچه است که میگه دشمنی که منو نکشه قوی ترم میکنه. دقیقا بلایی که سر کودتاچیان در ترکیه اومد، یه عده به عنوان نفوذی یه حرکتی رو شروع کردن و عده ابله
با تناب اونا رفتن تو چاه. همیشه بعد از کودتای شکست خورده تصفیه های سنگین و زیادی در لایه های حکومتی و امنیتی اتفاق میفته. یا اصلا چرا راه دور بریم؟ تو همین 6 7 ماه پیش ایران اپوزیسیون تمام تلاشش رو کرد که حکومت رو ساقط کنه، اما وقتی با تو دهنی محکم مردم روبرو شد خودشون از هم پاشیدن. هم اختلافات و هم حماقت ها و خیانت هاشون برای مردم ایران رو شد و هم اعتماد کشورهای غربی رو از دست دادن. یکی از ساکنین سابق اشرف سه در برنامه تلویزیونی آلبانی لو داد که در داخل کمپ به زن و مرد تجاوز میشه. اگه با دختری خوشوبش کنید بهتون تذکر لسانی میدن. قدیمی های کمپ سربازن که خیلی اطلاعات دارن. اکثرا متخصص آیتی هستن و آمریکا بودن و مجاهدین خیلی پول دارن. وقتی با کمال وقاحت مدعی میشن که جمهوری اسلامی بهار امسال رو نمیبینه چه اتفاقاتی میفته؟ این وسط کشورهای غربی بیش از پیش به حماقت اینا پی میبره. عدم تواناییشون واسه داخلی ها و خارجی ها مشخص میشه. گروه های تجزیه طلبشون به روی همدیگه سلاح میکشن. آقای الخانی زاده حتما در جریان هستید، بعضی خواستن که شما یا آقای مهتدی یا هر دوتون استعفا بکنید و عذرخواهی بکنید، آیا چنین میکنید؟ به خاطر چی؟ به خاطر همین درگیری و کشته شدن دست کم دو نفر تا اینجا. چرا فکر نمی کنید ممکنه همینم دستای پشتش باشه؟ قطعا دست خارج از حزب ما هم وقاحت رو دارید دیگه. میگه مگه چی شده که عذرخواهی کنم؟ حالا دوتا تروریست نفله شده که شده، اسمشون روش پیش مرگه. نگاه اینا به مزدورانشون دقیقا همینه، گیریم تو راست میگی و دستهای پشت پرده در کاره. تویی که نمیتونی چهار تا زیر دستتو کنترل کنی چطور مدعی هستی که توانایی اداری یک مملکت رو داری؟ شعارهای قشنگ رو که حتی مریم رجوی هم بلده. ایرانی که ما در واقع انتظار داریم، آرزو داریم و فکر میکنم خواسته مردم ایرانه، اینه که در اون همه آحاد مردم برابر باشن، از حقوق یکسان برخوردار باشن، آزادی احزاب، آزادی در واقع آزادی های فردی در همه اقشار و طبقات تأمین باشه، در اون برابری زن و مرد تضمین شده باشه. ما اعتقاد داریم که جامعه‌ای که میخواد به دموکراسی و پیشرفت دست پیدا کنه باید حتما برابری زن و مرد، به خصوص مشارکت فعال و برابر زنان در رهبری سیاسی اون جامعه وجود داشته باشه. ما به جدای دین از دولت اعتقاد داریم برای ایران فردا. همچنین در واقع در ایران فردا اونی که حرف میزنه رأی مردم و اون چیزی که از صندوق ها در میاد، این انتخابات آزاد برای هر در واقع مرحله ای از مجلس مؤسسان تا سایر در واقع مراحل کار. این حرف رو کسی میزنه که افراد حق ازدواج ندارن، کسی بیش از 8 دقیقه نباید در حمام باشه، حتی رنگ روسری زنا رو خودشون انتخاب میکنن و باید پوششی که سازمان براشون در نظر گرفته رو بپوشن، ولی جلوی دوربین با وقاحت حرف از آزادی میزنه. راستی اینم بگم که سرور مرتبطین منافقین در ایران از دسترسشون خارج شده. دو تن از مسئولان فنی این گروه هک به نام های عبدالله فولادوند و نعمت به سران این گروه توضیح دادن که پلیس آلبانی سرور اصلی رو که حاوی اطلاعات تمام مرتبطین داخلی این گروه هک بوده با خودش بردن. این خبر احتمال لو رفتن اسناد تمام ارتباطات خارجی و همچنین فعالیت‌های تروریستی منافقین رو به دنبال داره. تو روزهای آینده منتظر خبرهای جذابی باشین. خیلی ممنون و متشکرم دوستان عزیز که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها رو فراموش نکنین و سعی کنین این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش. تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشین.